مردی که با یه فرقه خیلی عجیب برخورد میکنه که زندگیشون رو به فنا میده. گلاسیا سلام، امروز که از فیلم‌های خیلی خوب و معروف استنلی کوبریک آوردم به اسم آیز واید شات یا چشمان کاملا بسته. یکی از فیلم‌های خیلی خفنه که در مورد روان انسان‌ها میاد صحبت میکنه و جنبه تاریک انسان‌ها رو به نمایش میذاره. فیلمی که تو خیلی جاها برش داستان پیش اومده ممنوع شد، خیلی‌ها میگفتن اومده سیستم ایلومیناتی رو کرده، کلی داستان مختلف براش پیش اومد فقط به خاطر اینکه یه سری حرف خفن توش زده شده بود. بریم ما هم ببینیمش، حتما تا آخرش رو گوش بکنید. این ویدیو یه مقدار زمان بر بود ساختنش به خاطر اینکه خیلی حرفای مهمی رو بعد می‌زدم. بریم ما هم ببینیمش. حواستون به اسپویل و کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم شخصیت‌های اصلیمون یعنی بیل و آلیس رو می‌بینیم که یه زن و شوهرن و دختری به اسم هلنا هم دارن. زن و شوهر آماده میشن و بعد خداحافظی از بچه و پرستارش به یه مهمونی خیلی بزرگ میرن. مهمونی توسط مردی به نام ویکتور و همسرش گرفته شده که یه زن و شوهر خیلی هم آزادن، یعنی با همدیگه هر کاری که میخوان میکنن و از طرفی با هر کم که دلشون میخواد لاس میزنن و میرن پیشش. بیل و آلیس هم میرن رو سن و شروع میکنن به رقصیدن و بیل از پیانیست این مهمونی یعنی نیک صحبت میکنن، پسر که قبلا همکلاسی بیل بوده و با همدیگه توی دانشکده پزشکی درس میخوندن. اما نیک ترک تحصیل میکنه و میره دنبال عشقش یعنی موسیقی. با پایان آهنگ آلیس میخواد بره دستشویی و با بیل قرار میذاره که همو کنار بار ببینن. بیل هم میره کنار نیک و با هم یکم صحبت میکنن. نیک میگه که یه جا توی کافه قرار نوازنده کنه و از بیل هم دعوت میکنه به دیدنش بیاد. میریم پیش آلیس که بعد دستشویی رفته کنار بار و هنوز بیل پیشش نیومده. حوصله‌اش سر میره و وقتی میخواد مشروب بخوره یه مرد میانسال میاد سمتش که خودش رو شاندور معرفی میکنه. خیلی با هم صحبت میکنن، از طرفی هم خیلی سری صمیمی میشن. بعد دیگه با هم شروع به رقصیدن میکنن و آلیس رفتارهای درستی نداره، رفتارهایی که خیلی بیشتر از لاس زدنه. این رفتارها بدتر هم میشن وقتی که آلیس همسرش بیلو در حال صحبت با دو تا دختر جوون میبینه. میریم پیش بیل که با این دخترها صمیمی میشه و دستشو میگیرن تا با هم برن یه جای خلوتتر و بیشتر با هم صمیمی میشن. اما یه دفعه خدمتکاری پیش بیل میاد و ازش میخواد که سریعاً به اتاق ویکتور بره. اونا همین کارو انجام میده و میفهمه ویکتور داشته به همسرش با یه دختر دیگه خیانت میکرده. اما یه دفعه دختر حال رفته و به خاطر داروهایی که خورده کلا بیهوش شده. خیلی هم نگرانشن. بیل شروع به بررسی میکنه و میفهمه که دختر هنوز زنده است و خیال همه راحت میشه. خلاصه که بیل به خاطر این اتفاق دیگه به همسرش خیانت نمیکنه و آلیس هم بعد مدتی از کنار شاندور خداحافظی میکنه و میگه باید بره خونه. شب دوتایی به خونه برمیگردن و بی خیال اتفاقهایی که افتاده و کارهایی که انجام دادن با هم رابطه برقرار میکنن. روز بعدی هم خیلی عادی میگذره و میفهمیم که بیل توی مطب کار میکنه و همسرش هم با دخترشون کلی وقت میگذرونه. عصر که بیل به خونه برمیگرده، آلیس خیلی مواد میکشه و حالش خوب نیست. حالا که خیلی های شده از بیل میپرسه دیشب چقدر بهت خوش گذشت با اون دو تا دخترها. بیل میگه هیچ اتفاقی بینمون نیفتاد، ولی آلیس باور نمیکنه. بعد هم میگه انقدر دروغگو نباش. از طرفی هم خیلی ناراحته و میگه چرا وقتی مردی دیگه طرف من میان و با هم میرقصن تو حسودیت نمیشه، تو غیرتی نمیشی. بیل هم میگه خب چون بهت باور دارم، ایمان دارم که بهم خیانت نمیکنی. اما آلیس یه دفعه کوره در میره، میگه نه منم خیلی وقت کارهای اشتباه میکنم. مثلا یادت یه بار توی هتل بودیم، یه دریا نورد اومده بود سمت ما، هی با هم لاس میزد، من خیلی ازش خوشم اومده بود. حتی از اون موقع مدت ها شد که با هم دیگه رابطه داشتیم من و تو و من فقط به اون فکر میکردم چون خیلی دلم میخواست باهاش بخوابم. حتی بارها به این فکر کردم که تو دخترمون رو ول کنم تا برم و با اون باشم. بیل خیلی به هم ریخته. به این قضیه قبلا شک داشت اما حالا همه چی واقعی شده. هنوزم نتونسته جوابی بده که یه رفعه تلفنش زنگ میخوره. منشی مطبش رو بهش میگه یکی از بیماراش که دوست قدیمی بیلم بوده حالش خیلی بد شده و انگاری مرده. برای همینم بیل سری تاکسی میگیره تا به اونجا بره. منتها خیلی ذهنش به هم ریخته است و توی ماشین مدام همسرش رو با اون دریا نورد تصور میکنه و هر لحظه بیشتر به هم میریزه. بالاخره مقصد میرسه و میفهمه دوست قدیمیش حالا دیگه جونش رو از دست داده. دختر دوستش هم همونجاست و با نگرانی تعریف میکنه که چی شده و چجوری فهمیده که پدرش دیگه نفس نمیکشه. همینطوری دارن درد و دل میکنن که یه دفعه این دختر شروع میکنه به بوسیدن بیل. بیل هم اول همکاری میکنه ولی یه دفعه دوست پسر این دختر سر میرسه. برای همینم هم بدون که حرفی بزنه از خونه خارج میشه، ولی همچنان توی ذهنش تصور همسرش اون دریانورد داره دیوونش میکنه.
یه دفعه وسط خیابونه و یه دختر چند فروش میاد سمتش و بهش پیشنهاد رابطه میگه. اونم قبول میکنه و با هم میرن به خونه این دختر. بعد از اینکه در مورد پول و مقدارش صحبت میکنن میخوان کارو شروع کنن، ولی یه دفعه همسر بیل بهش زنگ میزنه و میپرسه شب کی میای خونه. همین مکالمه کافیه که بیل کارش منصرف بشه و بعد اینکه پولو به دختر میده بدون اینکه کاری انجام بده ازش خدافظی میکنه. بعدم سمت خونه راه میفته و وسط راه به کافه میرسه که عکس دوستش نیکو زدن. یادش میاد که نیک امشب اینجا اجرا داره و برای همین میره داخل. بعد از تمام شدن اجراش نیک میاد سمتش و با هم دوباره صحبت میکنن. صحبت به اجراهای مختلف میرسه و نیک میگه یه برنامه خیلی مهم امشب دارم. یه مهمونی سری که یه فرقه عجیب دارم میگیرن. سری قبلی که رفتم چشممو بسته بودن و بعد با چشم بسته اجرا میکردم، ولی یه لحظه چشم مدنم کنار رفت و عجیبترین چیزهای زندگیمو توی اون مهمونی به چشم دیدم. بیل که میخواد یه جوری به همسرش خیانت کنه تا خالیشه، اصرار میکنه که آدرس مهمونیو بهش بده، اما نیک میگه من خودمم نمیدونم هنوز، خیلی این فرق سر مهموناشون حساسن و هنوز بهم آدرسو نگفتن. همین لحظه هم تلفنی زنگ میخوره و یک ساعت قبل مهمونیو تازه آدرسو بهش میدن. یه رمز ورودم هست به اسم فیدلیو که اونم همه اینا رو به بیل میگه. بعدم میگه اعضای این مهمونی یه سری لباس خاص میپوشن و همه رو بهش میگه تا بره بخره. بیل سری خودشو به یک کاستیوم شاپ میرسونه و با اینکه بسته شده از صاحبش درخواست میکنه که بذاره خرید انجام بده. اونم همین کارو قبول میکنه. میرن داخل و یه سری لباس سیاه همراه با یه ردا و یه ماسک عجیب سفارش میده. صاحب فروشگاه هم شروع میکنه به جمع کردن لباسا و یه رفعه صدای توجهشون رو جلب میکنه. در اتاق رو باز میکنن و صاحب فروشگاه دختر نوجوان خودش رو در حال رابطه با دو تا مرد خیلی سمبالا میبینه. بعد یه دعوا این دو تا مرد رو تو اتاق زندانی میکنه و زنگ میزنه به پلیس و بعدم لباسای بیلو بهش میده و ازش خدافظی میکنه. بیلم با اینکه خیلی اتفاق عجیب بوده به سمت مهمونی راه میفته و همچنان توی ذهنش همسرش داره با اون دریا نورد تصور میکنه. به مهمونی میرسه و بعد اینکه رمزون میگه میره داخل یک کاخ خیلی عجیب. مهمونی که من نمیتونم همه صحنه‌هاشو بذارم و الان کلا کانالم میپره. خلاصه بگم که توی این مهمونی همه یه سری ماسک عجیب زدن و وقتی که به یه محلی میرسه میبینه یه آدم قرمز پوش توسط چند تا زن ماسک داره دیگه احاطه شده. این مرد قرمز پوش یه سری ورد عجیب و غریب میخونه و یه دفعه زنها لباساشونو کاملا در میارن. دورش کردن و شروع میکنن به بوسیدن نفر سمت چپی خودشون. همینطوری این دایره میچرخه و دخترها شروع میکنن به رفتن سمت چند تا از مردهای ماسک داره دیگه. یکیشون هم طرف بیل میاد و بعد اینکه از روی ماسک میبوستش اونو همراه خودش به جای دیگه میبره. وقتی دورشون خلوته زن ماسکدار به بیل میگه از اینجا برو جونت تو خطره. بیل نمیفهمه منظورش چیه و همین لحظه ماسکدار دیگه میاد و این دخترم با خودش میبره. بیل شروع میکنه به گشتن اتاقها و کم کم به جاهای خیلی عجیب تری میرسه. وقتی که چند تا زن دارن با هم رابطه برقرار میکنن، چند تا مرد ماسکدار با همن، وسط اتاق ده ها نفر دارن همینطوری زبدری با هم دیگه کارش رو انجام میدن و خلاصه که اصلا نگم براتون. بیل همینطوری تعجب کرد و مرد ماسکدار دیگه ای سمتش میاد. بهش میگه شما با تاکسی اومدید؟ بیل تایید میکنه و بهش میگه که با من بیاد تاکسی کارتون داره. بیل و همراهش میره اما با تعجب به محلی میرسه که شبیه یه دادگاهه. اون مرد قرمز پوش همراه چند تا ماسکدار دیگه وایستادن و رو بهش شروع به صحبت میکنه. میگه که رمز ورودو بگو. بیل کلمه فیدلیو رو به زمان میاره. قرمز پوش میگه اون برای ورود به اینجا، ولی یه رمز دیگه بود که باید اونو بگی. بیل که خیلی ترسیده سعی میکنه الکی بگه یادم رفته، اما مرد قرمز پوش باورش نمیشه. در آخر داد میزنه ماسکتو بردار. بیل هم این کارو انجام میده و حالا میفهمه که این مهمون اصلا به اینجا دعوت نشده. قرمز پوش میگه پس وقت مجازات تو باید لخت بشی. بیل خیلی ترسیده و میخواد همین کارو انجام بده، اما یه دفعه همون زنی که اول مهمونی اومده بود سمتش داد میزنه بذارید بیل بره، من حاضرم به جای اون تمام شکنجه ها رو متحمل شم، ولی اونو آزادش کنید. قرمز پوشم بعد یکم فکر کردم میگه مشکلی نداره، به شرطی که قول بدی در مورد این قضیه با هیچ کس صحبت نکنی. تو این مکان هر قولی که میدیم باید بهش عمل بشه و الا عواقب بدی در انتظارمونه. بیلم قبول میکنه و خیلی سریع از اونجا فرار میکنه. حالا ساعت 4 صبح و بیل به خونه میرسه، لباساشو قایم میکنه و یه لفظ صدای همسرشو میشنوه که داره یه کابوس خیلی بد میبینه و مدام میخنده. با نگرانی میره سمتش و بیدارش میکنه. آلیس که ترسیده از جاش میپره و یهو میزنه زیر گریه. بیل همین پرسه چه خوابی دیدی و آلیس میگه ناراحت میشی اگه بگم، اما بیل اصرار میکنه و آلیس حرف میزنه. میگه وسط یه جنگل بودم، هیچکی دورم نبود، یه دفعه همون دریانوردی که دیده بودم اومد سمتم و
به زور با هم رابطه برقرار کرد. همه چیز عجیب بود و کم کم داشت خوشم میومد، تا اینکه یه دفعه از اطراف چند تا مرد دیگه اومدن که همشون ماسک داشتن و لباسای سیاه پوشیده بودن. اونا هم شروع کردن به رابطه و به زور هر کاری می‌خواستن با هم می‌کردن. منم خیلی خوشم اومد و کم کم داشتم می‌خندیدم. این در حالی بود که حس کردم تو هم وسطش نیو داری منو نگاه می‌کنی. همینطوری به زور زده بودم و شروع می‌کردم مسخره کردنت در حالی که داشتم به خیانت ادامه می‌دادم. در همین حال همو تو آغوش می‌گیرن و زن داره گریه می‌کنه و بیل با نگرانی و ناباوری به یه گوشه‌ای زور زده. روز بعد میرسه و حالا بیل می‌خواد سر و ته این قضیه رو بفهمه. برای همینم هم اول از همه میره به کافه‌ای که دوستش نیک کار می‌کرد. میفهمه که دیگه اجرای اینجا نداره و با هر زحمتی هست آدرس محل زندگیشو درمیاره. میره به هتلی که نیک اقامت داشت و میفهمه از اونجا هم خدافظی کرده و بعد تحویل دادن کلیدش دیگه کلاً رفته. خیلی همه چیز عجیب‌تر و در آخر هم تصمیم میگیره برای لباساشو به فروشگاه پس بده. منتها اتفاق عجیب دیگه‌ای هم میفته. وقتی لباساشو پس میده میبینه که دختر این فروشنده از اتاق بیرون میاد با همون مردی که دیشب دیده بود، منتها این بار با کت و شلوار و لباسای رسمی‌اند و مشخصه با هم رابطه داشتن. بعدم بعد خدافظی خیلی صمیمی با دختر از اونجا میرن. دخترم هم همینطوری با لبخندی به بیل زل میزنه و بیل از باباش میپرسه دیشب اینا رو می‌خواستی بکشیشون، به پلیس زنگ زده بودی، چی شد؟ فروشنده هم میگه خب بعضی چیزا عوض میشن، یه قراری با هم دیگه گذاشتیم و حالا این به بعد شرایط بهتره. بعدم به بیل میگه اگه تو هم خواستی میتونی با یه مقدار پول هر کاری خواستی اینجا انجام بدی، حتی با دختر. اتفاق دیگه ای که میفتم اینه که بیل میفهمه ماسکشو نیاورده. حالا هرچی میگرده ماسکش نیست و متوجه میشه دیشب تو مهمونی جا گذاشته. مجبور میشه یه بار دیگه به اون آدرس برگرده و همین که میرسه یه ماشین از داخل سمتش میاد. یکی از همون آدمای اونجاست و کاغذی رو بهش میده که روش اطلاعات کامل بیله. در آخرم نوشته ماسک تو اینجا دیگه بذار و فقط برو. این دومین اختاره. دفعه بعدی اگه دنبال ما بیای یه نتیجه خیلی بدی در انتظارته. بیل هم دیگه بیخیال ماسک میشه و برمیگره به خونه که میبینه همسرش آلیس با دخترش دارن درس کار میکنن. به هم لبخندی میزنن ولی صحبتی از شب قبلی و حرفایی که زده شده نمیکنن. این روزم میگذره و حالا بیل میخواد بیشتر از قضیه سر در بیاره. برای همینم اول به خونه دوستش که دیروز فوت کرد زنگ میزنه. دوست پسر اون دختره جواب میده و بیلم بدون حرفی تلفن رو قطع میکنه. میره میگرده و به همون خونه میرسه که یه دختر تنفروش رو دیده بود. میره داخل و میفهمه که اون دختره هم نیست و همخونش فقط اونجاست. ازش در مورد دختره سوال میکنه و همخونش میگه دوستم دیروز فهمید که تستش HIV مثبته و برای همینم کلا گم و گور شده. همه کسایی که دو روز پیشیده انگار ناپدید شدن و این خیلی براش عجیبه. میره یه روزنامه میخره و در همین حال هم متوجه مرد کت شلواری میشه که داره تعقیبش میکنه. به هر حال یه دفعه مرد به خیالش میشه و میره و بیلم میره به کافه تا این روزنامه رو بخونه. خبری که تو روزنامه هست شوکش میکنه. دختری توی هتل بعد اینکه مواد زیاد زده حالش بد شده و از بین رفته. دختری به اسم آماندا. یادمون شب مهمونی اول میفته و این دختر همون کسیه که با ویکتور رابطه داشت. به سر بیل میزنه نکنه که ویکتور پشت همه اتفاقهای دیروزه، چه اون دخترهایی که دید، چه اون مهمونی عجیب و غریب که آخر شب رفت. برای همینم هم به دیدن ویکتور میره و ازش میپرسه چه بلایی سر دختری که دیدیش اومد. ویکتور هم شروع به صحبت میکنه و به شکل عجیبی تمام اتفاقهایی که برای بیل افتاده بود رو مو به مو حفظ اون میدونه. مهمونی که رفته بود، اون دخترها، و بیل با نگرانی میپرسه چه بلایی سر دوستم نیک آوردی. ویکتور هم میگه نگران نباش، حالش خوبه، فقط طوری که قرار نیست ببینیش. بیل میگه چرا این کارا رو انجام دادی و ویکتور هم میگه باید مطمئن میشدم که در مورد قضیه اون دختره به کسی حرف نمیزنی، الانم به اندازه کافی ازت آتو دارم. و بیل از اونجا خدافظی میکنه و به خونه برمیگرده. حالا که دیگه ذهنش پاچیده و فهمیده خیلی بازی خورده و ممکنه همه زندگیش به فنا بره، به اتاق خواب میره و با تعجب بیشتری ماسک اون شبش رو روی تخت کنار همسرش ببینه. حالا همسرش رو بیدار میکنه و میزنه زیر گریه. میگه قول میدم همه چی رو برات تعریف کنم و شروع میکنه به صحبت از تمام اتفاقهای اون روز، جاهایی که رفته، اون مهمونی و هر چی که اتفاق افتاده میگه. سکانس بعد صبح شده و هر دو کلی گریه کردن و حرف زدن. آلیس میگه که دخترمون میخواد امروز ببریمش فروشگاه تا براش کادوی کریسمس بخریم. پس بیا در موردش فعلا حرف بزنیم. به فروشگاه میرن و وقتی که جو اونجا خوبه، کم کم با هم صمیمیت‌تر میشن. آلیس میگه که هر دو خیلی ماجراجویی‌های عجیبی داشتیم، چه توی واقعیت چه تو رویا، ولی وقتش همه رو کنار بذاریم و یه شروع جدید داشته باشیم. و بیلم قبول میکنه. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. رفقا یه نکته رو بگم، تو کانال گلاس یا مووی بکشم و پیشم زدم حتما عضو بشید، بخاطر اینکه یه سری ویدیو جدید میخوام بذارم از جمله گیمینگ یا صحبت در مورد چیزهای ترسناک مختلف، و حتما اونجا باشید تا اونقدر دست ندیشون. و
وقتی صحبت از بررسی این فیلم میشه، یکی از نکات خیلی مهم بررسی رنگ هاست. توی فیلم ما دو نوع رنگ داریم، یه رنگ خیلی زنده است که از ترکیب زرد و نارنجی و قرمز شکل میگیره، یه رنگ هم خیلی تیره است که از رنگ های خاکستری و آبی عموما تشکیل میشه. سکانس هایی که رنگ های تیره رو دارن، یعنی همون رنگ آبی و خیلی بیروهن، توی واقعیتن، و سکانس هایی که خیلی رنگ و لعاب بهشون گرفته شده توی رویا دارن شکل میگیرن. نمونهش همون صحنه اصلی هست که بیل توی ذهنش داره همسرش رو با اون دریانورد تصور میکنه. همه اینا رنگ‌های خیلی عجیبی دارن. یا یه نمونه خیلی مهمترش اون مهمونی اول فیلم که میرن. نکته دیگه در مورد این مهمونی اول فیلم این هست که توی کتابی که فیلم ازش اقتباس گرفتم وجود نداره. استنلی کوبریک کلا مدلش اینطوریه که میاد یک سری رمان رو انتخاب میکنه، مثل خیلی از کارگردان‌های معروف دیگه، و میان از اون رمان معروف و خفن یه چیزهایی رو برداشت میکنن و در کل یه فیلم خیلی جدید با برداشت خودشون میسازن. شاید فقط یه مقدار خیلی کمی ازش اقتباس بگیره و اسم اون رمان روی فیلم بیاد. توی این فیلم هم همون مهمونی اول فیلم اصلا توی رمان وجود نداره و کاملا ساخته خود کوبریکه. دلیل مهم بودنش هم اینه که تمامش داره توی رویا شکل میگیره، برای همینم هست که خیلی رنگ‌های قرمز و عجیب توش داره. یعنی یه چیزی هست که فقط کوبریک ساخته تا با شروع فیلم به شما بگه داره توی چه دنیایی میبرتت، میخواد چیا بهت نشون بده. از بحث رنگ‌ها میگذریم و میریم سراغ یه محتوای خیلی مهمترش، یعنی خیانت. تو تمام فیلم ما میبینیم که هر زن و شوهر اشتباهات متعددی رو انجام میدن، اما از اول تا وسطای فیلم یه سری اتفاق خیلی مهم میفته. اتفاق مهم اینه که آلیس در اصل اون خیانت رو انگاری انجام داده و همون اتفاقی که با اون دریانورد افتاده روح و روان و زندگی بیل رو به هم ریخته. بیل توی تمام مراحل اول تا وسط فیلم هی براش موقعیت پیش میاد که خیانت بکنه، و قبل از اون خیانتی که میخواد انجام بده همیشه یه تصوری از خیانت همسرش با اون دریانورد به ذهنش میاد. اما هر سری که تا پای خیانت پیش میره، از جمله همون بار اول که با اون دو تا دختره، یا وقتی که با اون دختر تنفروش میخواد ارتباط برقرار کنه، یا حتی وقتی که به اون مهمونی میره، تمام این مراحل وقتی که میخواد خیانت رو انجام بده یه نفر میاد نجاتش میده و اون کسی نیست جز همسرش. یه بار همسرش زنگ میزنه و ازش کاری میخواد انجام بده که باعث میشه با خیانت رو انجام نده. یا حتی توی مهمونی هم اون زنی که با ماسک میاد، خیلی هم میگن دختر همون دوست بیل هست که فوت کرده بود، اما 90% دیگه بیننده ها میگن که همون همسر بیل، یعنی آلیس، اون بوده که اومده و نجاتش داده و حاضر شده تمام اون بلاها سر خودش بیاد ولی بیل زنده بمونه و تن به این کار خیلی وحشتناک نده. فیلمش هم اینطوری نیست که بگه همه زنا خیانت کنن، نه، داره فقط یه نمادگرایی میکنه، میگه که یکی نماد یه انسانی که خیانت دیده، یکیش نماد یه انسانیه که تا پای خیانت کردن پیش رفت و کاری که انجام داده ذهن اون طرف دیگر رو به فنا داده. اتفاقی که تو این امروز هم خیلی برای آدم ها میفته و شاید به این فکر نکنن بعضیا، اما اون خیانتی که انجام میدن برای یه لحظه خوشی خودشون از همه چی میگذرن، باعث میشه زندگی اون پارتنر واقعیشون به فنا بره تا ابد. چیزی هم نیست که درست بشه، ممکنه بارها، صدها، هزاران بار پیش روانشناس و روانپزشک بره، قرصهای مختلف و همه کار کنه، اما بازم یه قسمتی از ذهنش نابود شده به خاطر همون اتفاقی که افتاده. کوبریک خیلی خفن میاد اینو نشون میده. یعنی ما زنی رو داریم که از کارش پشیمونه، خیلی ناراحته، حتی کابوس به خاطر اون اتفاق میبینه، اما به هر حال اون کارو انجام داده. و بیلی رو داریم که برای اینکه مکانیزم ذهنش بخواد این واقعه بدو از یه چیز آسیبگر فراموش بکنه، میخواد به یه لذت تبدیل بکنتش. نمیدونم درست توضیح دادمش یا نه، ولی مکانیزم ذهن اینطوریه که وقتی یه چیز خیلی اذیتش میکنه سعی میکنه یه راهی برای مقابله باهاش انتخاب بکنه. برای مثال شما هی بیا با سنگ به یه قسمت دستت هی بکوب، هر سری که کبوت میشه درد بگیره. این کارو چند سال انجام بده، کم کم عصبای اون دستت کلا از بین میره، چون ذهنت میخواد کاری بکنه دیگه از اونجا آسیب نبینی. همین اتفاق هم توی خیانت داره برای بیل میفته، داره مکانیزم ذهنش اینو تبدیل به یه لذت میکنه تا بتونه فراموشش بکنه. برای همینم هم هست که قبل از اینکه خیانت ها رو انجام بده هی اون زنشو تصور میکنه و فقط با یه گوشه خیره میشه. یعنی با این تصورش داره کم کم انگاری زندگیشو میگذرونه. خیلی دردناک و خیلی وحشتناکه این قضیه، اما متاسفانه تو زندگی خیلی اتفاق میفته و خب به خاطر اینکه راهنمایی های درست شکل نمیگیره، از کسی درستی کمک نمیگیرن، ممکنه خیلی بدتر هم بشه. از این بحث میگذریم، میرسیم به پایان عجیب غریب فیلم. ما تو تمام این مدت داریم میبینیم که چجوری بیل میخواد با این قضیه کنار بیاد، حاضر دست به هر کاری بزنه، اما هی همه چیز بدتر میشه تا ته اون مهمونی عجیب غریبم پیش میره و جونش تو خطره. یه لحظه همون زنی که ماسک دار میاد که حالا ما میگیم همسرش بوده و میگه حاضرم همه کاری انجام بدم تا اینو ولش بکنی.
و وقتی که بیل به خونش برمیگرده، همون وقتی که میرسه است که میبینیم یهو زنش کابوس خیلی بد میبینه، خواب میپره و شروع میکنه به تعریف کردنش. چیزهایی که تعریف میکنه تمام اتفاقاتی انگاری برای بیل افتاده است و توی ذهن بیل همه اینا داشت شکل میگرفت. میخواست اون کارو انجام بده. تو ذهنش وقتی که داشت با اون هوانورده همسرش ارتباط برقرار میکرد، انگاری مسخرهش میکرد. همه این چیزها رو آلیس داره کابوس میبینه و یه دفعه شروع میکنه به تعریف کردنشون. اینجا لحظه‌ای که هر دو نفر اشتباهات بزرگشون رو میفهمن. وقتی که همو بغل میکنن، چهره هر دوشون یه شرم خیلی عجیبی داره که واقعا هم خفن به نمایش میذارنش، تام کروز و نیکول کیدمن. جوری هستش که یعنی قشنگ میفهمی هر دو پشیمونن، خیلی عصبانی از کاری که کردن، دارن له میشن و تازه دارن اینو میفهمنش. و میرسه به همون آخرین سکانس ها که وقتی بیل میاد به خونه، میبینه ماسکش کنار همسرشه، یعنی بالاخره اون ماسک برداشته شده و واقعیت خودشونن. برای همینم که شروع میکنم به صحبت کردن، میگم باید این قضیه رو حلش بکنیم. و سکانس پایانی فیلمم که به یه جای رفتن که شهر رنگی آب و هوای خوب داره میاد و این یعنی اینکه یه شروع جدید رو دارن با هم تجربه میکنن. نکته دیگه فیلم اینه که اون مهمونی عجیب غریب تو رویا بود یا واقعیت. اینم خب خیلی در موردش اختلاف نظر دارن، اما تا جایی که من خوندم توی اکثر نقدها این نظریه ثابته که همه چیز واقعی بوده. دلیلش هم اینه که توی آخر فیلم، همون جایی که دارن خرید کریسمس انجام میدن، آلیس و بیل میگه که بالاخره این ماجراجویی‌ها تموم شدن، چه اکثرشون که واقعی بودن چه اونایی که تو رویا بود. این یعنی اکثر اتفاقات فیلم واقعی هم. برای همینه که سکانس اون مهمونی عجیب غریب هم یه جاهایش از ترکیب زرد و قرمز و نارنجیه، یه جاهایش هم خاکستری و سیاه و آبی، یعنی هم رویا هم واقعیت. یه جاهایی شاید اغراق ذهن بیل باشه ولی اکثر چیزهای دیگرش واقعی هم. نکته دیگه ای که در مورد مهمونی باید بهتون بگم، ماسک داشتن هم است. این آدم ها ماسک دارن به خاطر اینکه تاریکترین، نادرترین و عجیبترین امیال جنسی و ذهنی خودشون رو دارن پیاده میکنن. برای همین هم است که اینجا همه ماسک دارن و به روایت یه چهره یخورشون نشون میدن که هیچ کسی تا الان ندیده، در حالی که بیرون از اینجا به خاطر ماسک نداشتن مجبورن رعایت کنن تا واقعیت خودشون رو به نمایش نذارن. یه نکته دیگه رو بگم الان یادم اومد و چون جالبه باید بدونید، توی فیلم صحنه‌ای که وارد مهمونی میشه بیل، یه اتفاق خیلی مهمی که میفته موسیقی توی اون سکانس هست. موسیقی که داره شکل میگیره یکی از قطعات بتوونه به اسم فیدلیو، همون پسوردی که برای مهمونی بعد میگفتن. فیدلیو یعنی چی؟ فیدلیو از فیدلیتی میاد که یعنی خیانت. اما چرا بتوون اسم این قطعه گذاشته بود فیدلیو؟ داستان این قطعه در مورد یه زنیه که برای نجات همسرش توی یه شرایط جنگی هستن و میخواد همسرش رو نجات بده از اتفاقی که داره میفته. برای همینم میره فداکاری میکنه، دست به هر کاری میزنه، از تن خودش بگیر تا هر کار دیگه رو انجام میده تا همسرش رو نجات بده و بتونه پیش خودش برگردنتش. پس فیدلیو به معنای یه همسر فداکاره، یعنی قطعش همچون معنایی رو داره. برای همینم است که توی این مهمونی انگاری اون زنی که میاد همسر خود بیله و میاد نجاتش میده، یه همسر فداکاره، میاد میگه که اون آزادش کنید، هر کاری میخواد با من انجام بدید. خلاصه که بارها گفتم، سر فیلم پرتغال کوکی هم گفتم، استنلی کوبریک یه نابغه است، یه نابغه ایه که دیگه تو سینما تکرار نمیشه. شاید افراد بیان از اون بهتر باشن یا از اون خیلی بدتر باشن، ولی هیچ کسی شبیه کوبریک نمیشه، به خاطر اینکه یه ذهن خیلی خلاق و فوق العاده آزاد داشت. سکانس شروعی این فیلمو که شما میبینیم، نیکول کیدمن که لباس شیو در میاره، نیکول کیدمن نیست که داره لخ میشه، این کوبریکی که داره میگه من میخوام ذهنمو جلوت لخ کنم. اگه باور نداریش، اگه تحملش نداری، همین الان برو دیگه، این فیلمو نمیخواد نگاهش بکنی، در حد تونی هستن. خیلی خفنه، اصلا نمیتونم در موردش صحبت بکنم. صحبت کردن در موردش مو به تن آدم سیخ میکنه که یه کارگردان و نویسنده انقدری بزرگه، انقدر ذهنش بی پرده و پرمحتوا که میاد به این روکی به تو دهنگجی میکنه، میگه نمیتونی ببینی برو، برای مهم نیست، انقدر من بی پردم، میخوام اینطوری فیلمو بهت نشون بدم. یه نکته دیگه هم این که ویکتور و همسرش آینده بیل و آلیس بودن. برای همین هم است که اول از همه با این دو نفر مواجه میشن. ویکتور و همسرش آدمایی بودن که به خاطر اتفاقهایی که براشون افتاده، در نهایت به کسایی تبدیل شده بودن که هر رابطه‌ای می‌خواستن با هر کسی که می‌خواستن داشتن. آدم‌های کثیفی که برای امیال خودشون هر بلایی دلشون می‌خواست سر بیل و همسرش آوردن، فقط برای اینکه می‌خواستن یه موقع دستشون رو نشه و کسی چهره ماسکدارشون رو نفهمه. در آخرم اینو بگم، خیلی از این پیجای زرد اینستاگرامی یا یوتیوب میان یه قسمتی از مهمونی رو می‌ذارن، میگن فیلمی که ایلومیناتی رو فاش کرد، فیلمی که فرام
فراماسونری و نمیدونم فلان کردش. درسته کوبریک خیلی از رازهای خفن از روح و روان انسانو گفت، اما این یه فیلمه، اون سکانس ها برای یه محتوای خیلی عمیق‌تری نهفته شدن توی فیلم و یه منظور خیلی بزرگتری دارن تا اینکه بخواید به سیستم های مختلف دنیا ربطش بدید. این فیلم کلن در مورد انسان، انسانیت، خیانت و در نهایت رسیدن به رستگاری بعد خیانته. خیلی حرفای مهمی هم توش داره. امیدوارم خوشتون نباشه، ببخشید حرفام طولانی شد، حرفایی بود که باید زده میشد چون فیلم مهمیه. صد بار دیگه هم تا الان گفتم. لایک کامنت ساب یارتون نره. روزتونم گلسی.